ایران رفتن به جمهوری اسلامی رای دادن، و مردم رای دادن. مردم؟ ولی کدوم رای؟ این of the people، این people کیه؟ دوستان حتما اونایی که بودن اون روز این ماجرا رو میدیدن حتی تو تلویزیون، من این حتی نوشتم این چیزی که دارم میگم. میپرسید از مردم میپرسید که شما امروز به چی میخواهید رای بگید؟ خب به اسلام. خب این تقصیر نداره، من اینو شماتتش نمی کنم اصلا. خب حالا این پیپلی که این مردم، این مسی که این تودهی که این داره میگه، این کیه؟ این اون وقت توی اون مشخصه های نظر عمومی اراده انسان آزاد رو مثلا کانت میگه که چیه؟ شرط عقلانیته. یعنی این که میگم به اسلام، من تنها یه نفر دیدم که در میان این روشنفکران ایرانی که بعضی هاشون هم پرداختند و جزو عوامل سیاسی شدند اینا، علی اکبر داوره. علی اکبر داور در 1303 یا 2 یه دونه محفلی، یه انجمنی رو به وجود میاره، مثل که مثلا یه 1000 نفر هم ایرانی های درس خونده اینا بهش میپیوندن، به صورت یه حزب و اینا. بعد اونجا یه شرطی میذاره خیلی جالب، این تنها مرجع تاریخی است که من دیدم تو این تاریخ 100 ساله نوجویی های ما که این کار کرده. گفته بی سوادا حق رأی ندارن. ببینید چقدر دامنه مسئله وسیعه، ببینید چقدر وسیعه مسئله این نیست. ببینید حالا من محدودش میکنم به این اعتبار، این جامعه مدنی برای اینکه پیدا بشه ضرورتش لئیست است. اما لئیست چی میگه؟ من واقعا نمیخوام وقت رو زیاد گسترده بکنم، محدودش میکنم حرفام رو، چون به نظرم رسیدی بود که روی مفهوم خود کلمه سکولاریزاسیون و لئیسیته یه توضیحاتی بدم، ولی تو همین کتاب هست، اگر کسی علاقمند باشه بگیره این کتاب رو بخونه. باز من میگم من این کتاب رو نیاوردم اینجا برای فروش. خب طبیعیه که این رو انشاءالله خاوران چاپ کرده، قیمت کوچیکی هم براش گذاشته، کسی هم میخونه میخریدش دیگه. ولی من دوستان، من فکر میکنم نه نوشته هایی که بنده مینویسم منتشر میکنم، همه ایرانی هایی که در خارج از کشور، حتی اونایی که خیلی جدی کار میکنن در داخل کشور، هم دنبال منافع مادی اصلا این بالاخره کتابی که در میاد یه پولی براش خرج شده چاپ بشه، بالاخره باید اون تامین بشه. حالا به این اعتبار عرض میکنم که اینجا من چون آوردم، بعد کسی خواست میبینه دیگه، حالا یا در نوشته های دیگر هم هم بله؟ شرح کوتاهی بدید از تعریف لئیسیته رو اگر میخواید، بسیار بله. جالبه. بله ببینید مختصر. حالا عرض میکنم، بله خیلی مختصر میبینید، بسیار چشم. ببینید خیلی خوبه، آره ببینید دو تا کلمه هست، یکی سکولر یکی لایک. این دو کلمه، کلمه لایک از لاوسه به یونانی، یعنی توده. اما سکولر، سکولاریزاسیون چکار میکنه؟ اتفاقا این لازمه، اتفاقا درست گفت شما اشاره کرد خانم، خیلی متشکرم، اینو باید گفته بشه. بله سکولاریزاسیون بر این خیلی مهمه ها، دلم میخواد اینو استدعا میکنم، میدونم که واقعا وقتی نگاهتون میکنم میبینم با دقت دارید، نه به حرفای من، مسئله دقیقه، باور کنید اصلا برای خودم نیست.
من خیلی برای این سرزمین مثل تک تک شما نمیدونم چی بگم. نگران. آره. حالا ببینید سکولاریزاسیون سکولاریزاسیون بر تعارض بین قانون رگل و سیکل تاکید میکنه. سیکل رو من براش عصر گذاشتم. خب میگیم قرن و قرن هم از همینجا میگن عصر. کلمه لایک و از لایکوس یونانی که به معنی همون مردمه، خب که لاغوسه. حالا بعد این کلمه باز لایک و لاوس در ادبیات اسطوره‌ای یونان مثلا در آثار هومر این کلمه اومده، یک به مجموعه مردمی گفته میشه که بعد میشه پوپل دیگه یا اسامبله دو. خیلی جالبه اسامبله دو پوپل، لایک اسامبله دو پوپل، یعنی یه جمع توده‌ای بوده. چون میدونید این آگورا رو میدونید در سیتای یونانی آگورا بوده، میدانهایی بودی که بحث و مناظره میکردن. این اسامبله خیلی جالبه، این یونانی سه کار رو مردم باید بهش رأی میدادن: قانون، اعلان جنگ و اعلان صلح. اصلا حیرت انگیزه، یعنی من بعضی وقتا تو خوابم هم یونان رو میبینم، یونان کهن رو، همه چیز اونجاست. حالا بعد اون وقت این مجموعه همونجور که گفتم بعد میشه لاوس. این لاوس بعدها از دلش اتنوس در میاد، اتنوس که اونم به معنی جمع مردمیه. سکولر بعد از غلبه مسیحیت وارد عرصه مسیحیت میشه. این واژه سکولوم به یونانی چی؟ ببخشید به لاتین، همین باز همین دو معنایی که گفتم عصر و قانون رو الغا میکنه. منتها در زبان یونانی در آثار مثل کارهای ارسطو یا حتی قبل از ارسطو دو تا اصطلاح هست، یکی عالم پیش رو، من فارسیش میگم یونانیش اینا رو کار ندارم، یکی عالم بعدی. این عالم بعدی تو دل مسیحیت به وجود میاد. در یونانی، در یونان قبل از مسیحیت اصلا عالم بعدی یعنی فراز زمینی نبوده، اصلا شناخته شده نبوده. خب بنابراین این سکولر به هر دوی اینها اطلاق میشه، به این دلیل مفهوم عصر رو الغا میکنه. حالا با توجه به این اجمال و کوتاه این توضیحی که دادم، یه توضیحی هم راجع به لایک میدم یا لایسیته میدم، بعد میبینیم که این در عصر جدید چه میکنه. دوره جدید از قرن 18 به بعد از عصر روشنگری، ببینید کلمه لایک که از لایکوس یونانی به معنی توده. خب این در قرن اول و اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم طبقه روحانیان مسیحی پیدا میشه. این روحانیان مسیحی
همون کلرک‌ها هستند. اون انجمنی که این روحانیان مسیحی توش هستند، یا شاید میدونید که اونها خب بالاخره با زندگی معمولی مردم متفاوت بوده زندگیشون، خودشون وقف ملکوت کرده بودن، ملکوت آسمان و فلان. خب